حوادث تروریستی خونباری یکی پس از دیگری جان شیعیان هزاره در نقاط مختلف افغانستان را می‌گیرد، اما در این میان عدم تأمین امنیت شیعیان هزاره از یک سو و سکوت طالبان در برابر این حوادث پی در پی انگشت اتهام را به سوی دولت حاکم نشانه گرفته است. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. طی کمتر از دو هفته سه حادثه تروریستی مشابه باعث شهادت چند شهروند شیعه هزاره در افغانستان شده است. در تازه ترین رویداد شهرک شیعه نشین جبرئیل هرات باز هم شاهد حملات تروریستی توسط افراد مسلح ناشناس بوده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که نزدیک به 10 روز پیش نیز دو عالم دینی شیعه هزاره طی حمله افراد مسلح ناشناس در همین منطقه به شهادت رسیدند. پیش از آن هم در ولایت‌های دایکندی و غزنی 3000 دیگر با حمله تروریستی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیدند. منابع مردمی در شهرستان هرات می‌گویند که چند فرد مسلح ناشناس حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی به جمعی از شهروندان شیعه هزاره که در یک وسیله نقلیه در حال حرکت بودند در منطقه کور ملی شهرک جبرئیل در شهر هرات حمله کردند. به گفته منابع یاد شده در این حمله تروریستی 6 نفر از شهروندان شیعه هزاره شامل 4 زن و 2 امام جماعت مسجد به شهادت رسیده و 3 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین طبق گزارش منابع مذکور متاسفانه حال زخمی های این حادثه تروریستی وخیم گزارش شده است. طالبان تا کنون درباره این حادثه و حوادث مشابه قبلی هیچ اظهار نظری نکرده است. سکوت ابهام‌آمیز دولت طالبان در رابطه با این اقدامات تروریستی تعجب بسیاری از تحلیلگران سیاسی و ناظران منطقه‌ای را برانگیخته است. با توجه به اینکه شیعیان هزاره از امنیت جانی کافی برخوردار نبوده و هر لحظه بیم آن می‌رود که تعدادی از آنان به دلیل حملات تروریستی مشابه در نقاط مختلف افغانستان به کام مرگ گرفتار شوند، ضروری است تمهیدات لازم در جهت حفظ جان و امنیت آنان به هر نحو ممکن در نظر گرفته شود. پاسخگو کردن دولت طالبان از سوی گروه‌ها و شخصیت‌های مؤثر شیعه افغانستان و پیگیری‌های ممتد برای یافتن عاملان این جنایت‌ها از دیگر راهکارهای مؤثر برای پایان دادن به این گونه حوادث تلخ به شمار می‌رود. تصور می‌شود که شیعیان و هزاره‌های افغانستان ظرفیت‌ها و توانمندی لازم برای حل این معضل پیش آمده را داشته باشند و بایستی با همفکری افراد مؤثر و علاوه بر آن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی دولت طالبان را ملزم به چاره‌جویی مؤثر در این زمینه نمایند. نقش کشورهای مسلمان منطقه و نیز نهادهای حقوق بشری و همچنین شخصیت‌ها و گروه‌های دینی شیعه در سرتاسر جهان و موضع‌گیری قاطع آنان در قبال این جنایات بدون تردید در این زمینه تأثیرگذار بوده و می‌تواند دولت طالبان را در برابر این جنایات پاسخگو کرده و امنیت نسبی شهروندان شیعه هزاره را تأمین نماید. علی اکبری، اخبار شیعه. مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد پاکستان با ما همراه هستند. آقای مطهری، با هم گزارش رو دیدیم، لطفاً در رابطه با جزئیات این حادثه تروریستی توضیح بفرمایید. سلام خدمت شما. سلام خدمت عرض ادب شبکه جهانی محسن علیه الصلاه و السلام. همچنان از عرض تسلیت دارم خدمت افغانستان، شایان جهان. متاسفانه دیروز هم ما شاهد بودیم گروه های تروریستی بر مردم شیعه افغانستان بار دیگر در هرات حمله کرد. قضیه دیروز این رقم بودن که 40 روز گذشته گروه های تروریستی یک عالم دینی دیگر به نام آقای اعتمادی در همین ساحه کره ملی ترور کرده بودن. دیروز 40 آقای اعتمادی تکمیل شده بود. بقیه شهدایی که دیروز شهید شدن از 40 آقای اعتمادی برمیگشتن به طرف جبرئیل که متاسفانه در سایه کوره ملی توسط توریست ها مورد حمله قرار میگیره که اینا سوار برای یک سه‌چرخه بوده و توریست ها سوار برای یک ماشین به نام فولدر
که بر سه چرخه تیراندازی میکنن. متاسفانه در تیراندازی دو عالم دین که هر دو ملا امام مسجد بودن شهید میشه و چهار تا خانم دیگه در قضیه شهید شدن. آیا عوامل حمله تروریستی و حملات مشابه طی چند روز قبل تا کنون شناسایی شدند؟ تا هنوز نخیر، متاسفانه تا هنوز هیچ گروه حمله بر مردم هزاره و شیعه افغانستان در حملات اخیر به عهده نگرفته. البته این مردم افغانستان و جهان شاهد است که هر گونه حملاتی که بر مردم هزاره و شیعه افغانستان وارد گردیده، طراحی چنین حملات یا طالبان است و یا داعش، چون اکثر حملاتی که بر هزاره ها و شیعه ها صورت گرفته از سوی طالبان بوده. اگر هزاره ها در مسیر جلریز میدان مردک سرشان بریده شد، اگر گلوی تبسم در غزنی بریده شد، اگر ده ها جنایت دیگر در برابر مردم هزاره و شیعه صورت گرفت، عامل چنین جنایت ها در حکومت قبلی طالبان بود. در حکومت فعلی هم اگر داعش چنین حملات انجام بدهد، طبعا اعلامیه نشر میکنه، میگه ما چنین حملات انجام دادیم، ما چنین حملات عاملش طالبان میدونیم. بله، به نظر شما انگشت اتهام در این حوادث بیشتر به سمت چه گروه هایی است؟ طبعا انگشت انتقاد مردم هزاره و شیعه بر طالبان است. طالبان هر روز به جهان صدا میزنه، به کشورهای همسایه افغانستان صدا میزنه، به رهبرها و سیاسیون افغانستان صدا میزنه، به فعالین مدنی صدا میزنه، به ملت افغانستان صدا میزنه که ما در افغانستان امنیت آوردیم. متاسفانه با آمدن طالبان امنیت مردم هزاره و شیعه بدتر گردیده. با آمدن طالبان به افغانستان ما شاهدی 50 و چند عملیات بر مردم هزاره بودیم که با آمدن طالبان یه حملات گسترش پیدا کرده. و موضوعی که برای ما نگران کننده است و ای است که هر گونه حملاتی که بر مردم هزاره و شیعه صورت میگیره، هیچ گروهی به عهده نمیگیره و حتی مسئولین طالبا و رهبرای طالبا، سخنگویای طالبا، والیای طالبا احساس همدردی با مردم هزاره و شیعه نمیکنه. این نمونه آشکاراست که مردم هزاره و شیعه در افغانستان مورد نسل‌کشی قرار میگیره و خاص ما به عنوان فعال شیعه، ما خاص ما به عنوان یک شیعه افغانستان از جهان، از کشورهای اسلامی، از کشورهای همسایه افغانستان، از مراجع اعظام تقلید، از نخبگان سیاسی شیعه است که در ارتباط به قضیه افغانستان سکوت نکند. هر روز شیعیان افغانستان مورد حملات قرار میگیره و هر روز نسل‌کشی طالبان و هم پیمانان طالب در افغانستان جریان داره.